سرخط خبر. پرتاب اولین ماهواره نظامی ایران به فضا، سپاه پاسداران میگوید عملیات موفق بوده. آمار جهانی مبتلایان به کرونا از 2.5 میلیون نفر گذشت. شمار جانباختگان به 180 هزار نفر نزدیک می شود. درد نان یا ترس جان؟ در بحبوحه کرونا معترضان در عراق و لبنان به خیابان‌ها برگشتند. و تشدید فقر و گرسنگی، جهان در آستانه فاجعه بشری در پی شیوع ویروس کرونا. سازمان ملل خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید اولین ماهواره نظامی ایران را با موفقیت در مدار زمین قرار داده. به گزارش رسانه‌های ایران، ماهواره نور از کویر مرکزی ایران پرتاب شد. به گفته حسین سلامی، فرمانده سپاه، قرار گرفتن این ماهواره در فضا میتواند در جنگ‌های اطلاعاتی زمینه‌های قدرتمندی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در توییتی گفت به نیروهای دریایی آمریکا دستور داده به هر قایق ایرانی که برای کشتی‌های آمریکایی مزاحمت ایجاد کنند شلیک و آنها را نابود کند. دونالد ترامپ این خبر رو در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد. یک هفته پیش ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا قایق‌های سپاه پاسداران رو به ایجاد مزاحمت برای کشتی‌هایش در خلیج فارس متهم کرد. سپاه گفته که پیشتر ناوهای آمریکایی صد راه یک کشتی ایرانی شده بودند. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، زمان خاصی هست، هر دو کشور درگیر مسئله کرونا هستند، اما تنش‌ها همزمان کاهش پیدا نکرده و حالا این توییت آقای ترامپ، چقدر انتظار می‌رفت این کار؟ انتظار که خب نمی‌رفت، ولی به هر حال دفعه اولی نیست که آقای ترامپ غیر منتظره ایران رو تهدید به برخورد نظامی میکنه. دفعه اول هم نیست که قایق‌های سپاه پاسداران نیروی دریایی آمریکا رو بهشون نزدیک میشن و بعد نیروی دریایی آمریکا میگوید که این رفتار غیر حرفه‌ای بوده و مزاحمت ایجاد کردند و هشدار میده. ولی خب در گذشته آقای ترامپ دو ماه قبل از اینکه رئیس جمهور بشه هم یک بار گفته بود که تنها راه حل این است که اگر قایق‌های ایران مزاحم شدن بهشون حمله بشه و نابودشون بکنن. نیروی دریایی آمریکا اون قبل از رئیس جمهور شدنش بود، بعد از رئیس جمهور شدنش هم خب میدونیم موارد متعددی بوده که تهدیدهای کلی تری کرده بودی که ایران عواقب کارش رو خواهد دید اگر مثلا مزاحمت ایجاد بکنه یا حمله به نیروها و تاسیسات آمریکا بکنه در منطقه. این یه قدم فراتره، به خاطر اینکه دقیقاً مشخص میکنه دستور محدود به این هست که یک کنشی رو از سوی آمریکا، یک واکنش مشخصی داشته باشه. مثلا در سال 2018 آقای ترامپ یه توییت کرده بود که نشون میداد که در سالهایی که آقای اوباما رئیس جمهور بوده تعداد این مزاحمت‌ها به قول مقام‌های آمریکایی مثلا 20 تا، 10 تا، 8 تا در سال بوده، ولی در سال 2018 صفر بوده و خب این الان تغییر کرده، چون می‌دونیم مکرر باز رخ داده در دو سال گذشته. در عبارتی هم که استفاده کرده به زبان انگلیسی از شات‌داون استفاده کرده، شوت‌داون استفاده کرده، که دست کم به صورت معمول در ادبیات انگلیسی برای ساقط کردن یک شیء پرنده هست، پرواز بکنه، چه پهپاد باشه چه هواپیما. مشخص نیست که چرا برای قایق استفاده کرده. بعضی میگویند که همون غلط‌های معمول دستوری و املایی آقای ترامپ هست که مسبوق به سابقه است، ولی این احتمال هم وجود داره که این قایق باور رو که سپاه در این مدتی در موردش صحبت کرد، قایق‌هایی که قابلیت پرواز دارن رو بهش نشون دادن. نمیدونیم که پاسخ این سوال چیست، ولی به هر حال تهدیدی است که طرفین رو نزدیک‌تر می‌کنه به یک برخورد نظامی. ممنونم ازت بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک با ما. اما برای بحث بیشتر در همین مورد و همینطور اعلام سپاه پاسداران که ماهواره‌ای رو به مدار زمین فرستاده، مهدی طلعتی با ما هست، کارشناس دفاعی از سنت‌کالن
سوئیس. آقای طلعتی، خبر رو شنیدیم، همزمان تهدید دونالد ترامپ رو می‌بینیم و اینکه ایران بالاخره میگه با موفقیت تونسته اون ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. چقدر ممکنه این مسئله سطح تنش‌ها رو افزایش بده؟ ببینید، در هر صورت چیزی که ما در دست داریم از سابقه قضیه این هستش که آمریکا به شدت مخالف پیشرفت ایران در زمینه موشکی، خصوصا اون نوع آزمایشاتی که میرفت به سمت موشک‌های بالستیک و دوربرد هستش، و شدیداً هر وقت که ایران دست به یک همچین آزمایشاتی زده ایران رو محکوم کرده. حتی تو دوره قبل هم که ماهواره سیمرغ پرتاب شد، آمریکا به شدت جلوی این قضیه موضعی گرفت. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا به شدت ایران رو محکوم کرد و گفتش که آمریکا مانع دستیابی ایران خواهد شد، و حتی تونستن تا حدی سیاست‌های متحدای اروپاییشون رو برای محکوم کردن ایران توی این زمینا رو هم به دست بیارن. بنابراین موضع آمریکا در برابر سیاست‌های موشکی ایران، خصوصا اونجا که مربوط میشه به موشک‌های دوربرد و موشک‌های بالستیک، بسیار مشخص هستش. هرچند که بعد از این قضیه سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که ایران هنوز موشک‌های اینترکانتیننتال یا موشک‌های بین قاره‌ای نداره، اما تمایل ایران برای ایجاد بالانس استراتژیک بین خودش و آمریکا یکی از انگیزه‌های مهم برای این هستش که ایران به این سمت بره، و این قضیه رو باید متوقف کرد. و چقدر راجع به این ماهواره نور اطلاعات داریم؟ ببینید، چیز خاصی در مورد این قضیه گفته نشده، اما از نشانه‌هایی که داده میشه به نظر میرسه که این ماهواره یک ماهواره جاسوسی هستش. حالا اینکه چقدر پیشرفته هست مشخص نیست، برای اینکه گفتن که کاربرد دفاعی داره و توی کامل کردن استراتژی دفاعی ایران و گسترش اطلاعات راهبردی سپاه کمک بسیار مؤثری خواهد کرد. از این صحبت‌ها مشخصه که نوع این ماهواره و قصدی که از ساختنش بوده در واقع جمع‌آوری اطلاعات استراتژیک و جاسوسی بوده. بنابراین میشه گفتش که این ماهواره رو باید در زمینه ماهواره‌های جاسوسی دسته‌بندیشون کرد. ممنونم از شما آقای طلعتی. مهدی طلعتی، کارشناس دفاعی با ما. اما آمار رسمی کشورها نشان میدهد تا به امروز بیش از 2.5 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی جانباختگان هم به 180,000 نفر رسیده. شیوع ویروس کرونا بر زندگی، اقتصاد و سیاست‌های کشورهای جهان تأثیرات تعیین کننده ای داشته. دیروز دونالد ترامپ به نام مبارزه با ویروس کرونا مهاجرت به آمریکا را موقتاً ممنوع کرد. آلمان آرام آرام محدودیت‌ها را رفع می‌کند، اما در اسپانیا دولت خواهان تمدید محدودیت‌ها برای 2 هفته دیگر شده. شیار گل گذشت. از استانبول تا لندن، از پاریس تا نیویورک، خیابان‌ها و کوچه‌ها خلوت شدند. هدف کاهش سرعت شیوع ویروس همه‌گیر کرونا است. تا به امروز آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیش از 2.5 میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند و دست کم 175,000 نفر فوت کردند. اما کارشناسان می‌گویند آمار حقیقی بسیار بالاتر است. در آمریکا این ویروس باعث مرگ بیش از 45,000 نفر شده. در بسیاری از ایالت‌های این کشور مردم خواهان رفع محدودیت‌ها هستند. میلیون ها نفر بیکار و اقتصاد این کشور با چالش کم سابقه ای روبروست. دونالد ترامپ دیروز مهاجرت به آمریکا را برای 2 ماه متوقف کرد. بسیاری از منتقدان دونالد ترامپ را به بیگانه حراسی متهم کردند و میگویند این تصمیم او بیشتر برای تبلیغات انتخاباتی است تا مبارزه با کرونا. در اسپانیا، دومین کشور با بالاترین آمار مبتلایان و فوت شدگان، دولت خواهان تمدید محدودیت ها و فاصله اجتماعی برای 2 هفته دیگر شد. در آلمان که بیشترین آزمایش های کرونا را انجام داده، دولت تصمیم گرفته آرام آرام و آهسته محدودیت ها را بردارد. اما یکی از بزرگترین جشنواره های این کشور، جشنواره آبجو، برگزار نخواهد شد. در حومه پاریس هم برای 2 شب پی در پی پلیس با جوانان معترض به محدودیت‌ها درگیر شد. ویروس کرونا معیشت افراد کم درآمد و خاشنشین فرانسه را بیش از هر گروه دیگری تحت تأثیر قرار داده. در بریتانیا
آمار تلفات کسانی که تنها در بیمارستان بر اثر کرونا فوت کردند از 17,000 نفر گذشت. انتقادها از دولت این کشور به خاطر عدم توانایی در تهیه لوازم حفاظتی برای کارمندان بیمارستانی ادامه دارد. دولت اعلام کرد که دانشمندان دانشگاه آکسفورد از فردا آزمایش واکسین کرونا را بر روی انسان شروع خواهند کرد. ترکیه هم با 95,000 مورد تایید شده، حال مبتلایانش به ویروس کرونا بیش از چین است. دولت ترکیه میگوید وضعیت آرام و تحت کنترل است، اما انجمن پزشکان این کشور میگوید آمار مبتلایان رو به کاهش نیست. بسیاری که از سیاست‌های دولت انتقاد کردند یا آمار رسمی را به چالش کشیدند بازداشت شدند. در آستانه ماه رمضان بسیاری از کشورهای اسلامی مراسم مذهبی و تجمعات را لغو کردند. اما در پاکستان در برابر این محدودیت‌ها مقاومت می‌شود. در ماه رمضان مردم بیشتر در اماکن مذهبی جمع می‌شوند. این تجمعات می‌تواند محیطی مناسب برای شیوع ویروس کرونا باشد. ژیارگل، بی بی سی. لبنان و عراق هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. در یک ماه گذشته دولت‌ها در هر دو کشور محدودیت‌های سفت و سختی گذاشتند تا حدی هم تونستن جلوی شیوع این ویروس رو بگیرن. هر دو پیش از ماجرای کرونا شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. حالا بعضی از معترضان به خیابان‌ها برگشتن. اونها امیدوارن که با دور شدن خطر کرونا دوباره بتونن تجمعات بزرگی برگزار کنند. نفیس کوهنورد گذشت. اعتراض از داخل ماشین با حفظ فاصله گذاری اجتماعی. معترضهای لبنانی بعد از چند هفته غیبت اینطور به خیابان‌های بیروت برگشتند. از ماه گذشته برای جلوگیری از شیوع کرونا لبنانی‌ها اجازه داشتند فقط برای خریدهای ضروری بیرون بیایند. همین تظاهر کننده هایی را هم که از پاییز سال پیش در اعتراض به فساد مالی دولت مردان و وضعیت بد اقتصادی این کشور در میدان ها بودند خانه نشین کرده بود. البته تا دیروز. درسته که باید خونه بمونیم، اما ما با ماشینامون به خیابون اومدیم که نشون بدیم ویروس مشکلی نیست و نمیتونه مانع ما بشه. وضعیت کشور طوریه که نمیشه بیشتر خونه موند و سکوت کرد. مقامات لبنان میگویند با سختگیری ها توانستند جلوی انتشار و بالا رفتن مرگ و میر ناشی از ویروس را به خوبی بگیرند. اما این برای معترضان و آنها که درد نان دارند کفایت نمی کند. اقتصاد لبنان پیش از کرونا هم در آستانه ورشکستگی بود و با آمدن ویروس و محدودیت های به دنبالش اوضاع بدتر هم شد. ما اینجاییم تا بگیم وسط کارزار کرونا و بحران اقتصادی دولت تنها دو راه برای ما باقی گذاشته، یا از گرسنگی بمیریم یا از بیماری، و خب چون در هر دو حالت تهش مرگه بهتره ایستاده بمیریم. در بغداد اما بازگشت تظاهر کننده ها خونین بود. دیروز با برداشته شدن محدودیت تردد یک ماهه تعدادی از معترضها دوباره به اینجا میدان تحریر آمده بودند که به سویشان شلیک شد. هرچند هنوز هویت شلیک کننده ها معلوم نیست. میدان تحریر تا پیش از آمدن کرونا ماه‌ها شاهد اعتراض گسترده ضد ساختار حکومت بود، با شعارهایی که بعضن علیه ایران هم بودند. بیش از 400 نفر در این تظاهرات با گلوله نیروهای امنیتی و شبه نظامی کشته شدند. حالا با اینکه تعداد بسیار کمتری به میدان آمده اند، معترضان امیدوارند با رفع محدودیت ها به خاطر کرونا دوباره تظاهرات به همان گستردگی از سر گرفته شود. دولت عراق از ماه پیش محدودیت‌های سفت و سختی را برای مبارزه با شیوع کرونا وضع کرد. از جمله قرار منع آمده شد و بستن همه مرزها با ایران و تعطیلی فرودگاه‌ها. حالا اما زندگی دوباره به حالت عادی برگشته.
از دیروز محدودیت تردد روزانه در شهرها را تا حدی لغو کردند. بهترین خبر برای کسانی که این مدت رسما از نان خوردن افتاده بودند. ما مغازه ها رو باز کردیم چون دیگه واقعا به پول احتیاج داریم. 60% مردم کارمند دولتن و حقوق میگیرن، اما 40% بقیه خودشون باید نون خودشون رو در بیارن. من 36 روزه کار نکردم و بیشترش دیگه ممکن نبود. کی میخواد اجاره مغازه منو بده؟ الانم که دم ماه رمضونه. نگرانی از کرونا اما هنوز در عراق تمام نشده. اینجا وسط صحرای نجف، جایی دورتر از قبرستان اصلی شهر، هر روز چندین نفر که در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند دفن می شوند. کرونا همه دنیا را به چالش کشید. اما برای کشورهایی مثل عراق جنگ زده که هزار مشکل دیگر دارند، این مزل گرهیست بر گره های باز نشده قبلی. مشکلاتی که با دور شدن ویروس شاید بدتر از بیماری گریبانگیر ساکنان و دولت‌های این کشورها شود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید اولین ماهواره نظامی ایران را با موفقیت در مدار زمین قرار داده. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از 2.5 میلیون نفر گذشت. شمار جانباختگان هم به نزدیک 180 هزار نفر رسیده. در ادامه این برنامه، تشدید قحطی از نتایج فاجعه بار بحران کرونا در جهان. مقام های محلی در ولایت سرپل در شمال افغانستان میگویند چپه نظامیان طالبان با حمله به 3 منطقه این ولایت دست کم 11 نفر از نیروهای امنیتی را کشتند. گروه طالبان اما به این خبر هنوز واکنشی نشان نداده. در 2 هفته گذشته حمله های مسلحانه به مراکز نظامی در شمال افغانستان بیشتر شده. هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از کابل با ما هست. آقای وحدتیار، انتظار میرفت که توافقی که بین آمریکا و طالبان شکل گرفته کم و بیش این حملات رو کمتر بکنه، اما در چند هفته اخیر میبینیم که بیشتر هم شده. ما شاهد چی هستیم در افغانستان؟ تشکر. ببینید، هیچگاه این گروه نپذیرفته که خشونت را انجام نده، بجز از 7 روز اول بعد از توافق با آمریکا، و خواسته های آتش بس را هم به شدت و دوامدار رد کرده. چیز مهمی است که بعد از رهایی زندانیان طالبان مذاکرات بین‌المللی آغاز میشه. جهان یا میخواهد که طالبان شریک قدرت حکومت افغانستان تحت جمهوریت شود و نیز به یک شکل جریان سیاسی در افغانستان فعال باشد. اما طالبان حملات خود را بیشتر ساختند تا در مذاکرات بین‌المللی که در پیش روی است برای کشورهای منطقه و جهان نشان بده که طالبان به شکل حرکت نیرومند در افغانستان تأسیس شود و بقیه طرفهایی که در افغانستان هست در بین طالبان متهم شود. ببینید، 47 کشوری که به افغانستان برای از بین بردن این گروه آمدن، چرا و طالبان زانو نهاد و وارد مذاکرات با اونها شدن؟ برای اینکه حملات و خشونت ها و تداوم آن طالبان در 19 سال گذشته بوده و پس طالبان فهمیدن که در نبرد با آمریکا معادله جنگ، حملات و تداوم آن به درستی کار میکنه و میخواد که عین معادله را حالا هم انجام بده تا در مذاکرات بین الافغانی دست بالایی داشته باشد. چون غیر از شدت و خشونت، طالبان جهان که کدام تلسم دیگری از این گروه را نمیبینه. با توجه به این که اون توافق بین آمریکا و طالبان شکل گرفت و حالا طالبان عملا خشونت ها رو متوقف نکرده و در چند هفته گذشته همونطور که شما هم گفتین حملات زیادی کرده، کارتی در دست دولت افغانستان اصولا هست برای اینکه بازی بکنه؟ خب، کارت هایی وجود داره برای حکومت افغانستان، از جمله رها کردن که طالبان زندانی طالبان رها نبکنه. خب یک سلسله کارهایی است که حکومت افغانستان هم با جهانیان باید یک جا کار بکنه، به شمول حکومت ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی خود باید یک جا کار بکنه. چیزی که بسیار مهم است است که
طالبان فکر میکرد که این اداره کابل هست و تمام صلاحیت های آرا واشنگتن داره، اما آل دیدن که بایقسم نبود. حکومت افغانستان برخلاف توقعات و برخلاف توافق آمریکا و طالبان ها اون زندانی های طالبان را رها نکرد که تا 10 مارچ باید رها میکرد، تمام 5000 را رها نکرد. آل باید طالبان بفهمند ایده که این حکومت افغانستان است که با اساس آرای مردم افغانستان آمدن، باید وارد مذاکره با حکومت افغانستان شود. و مهمتر از این است که در مذاکرات طالبها و امریکایی دستاورد امریکایی داشت، دستاورد طالبها داشت، اما کجا هست او دستاورد که برای حکومت افغانستان باشه و کجا هست او منافع به حکومت افغانستان که در این پروسه هیچ دخیل نبود. تا که مذاکرات مستقیم بین طالب ها و حکومت افغانستان شروع نشده، این پروسه متاسفانه هیچ جا نمیرسه. ممنونم از وقت شما هاشم وحدت‌یار، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ما. صعود قیمت جهانی نفت به علت بحران کرونا همچنان ادامه دارد. بهای نفت خام برنت امروز به کمتر از 16 دلار هم رسید که در 20 سال گذشته بی سابقه است. رئیس جمهوری ایران اما میگوید سقوط قیمت برای همه کشورهای صادرکننده نفت مشکل درست کرده، ولی به دلیل کاهش اتکا به صادرات نفتی در ایران خسارت‌های اون برای این کشور کمتر است. بهنگ تاجدین گذشت. طلای سیاه به خاک سیاه نشسته. قیمت نفت خام این روزها رکوردهایی را میشکند که صادرکنندگانش آرزو میکنند ای کاش نمیشکست. صبح چهارشنبه قیمت اصلی ترین شاخص بازار جهانی یعنی نفت برنت در مقطعی به زیر 16 دلار هم سقوط کرد. پایین ترین قیمت از سال 1999. کشورهای صادرکننده نگرانند. بعضیا یه تیترایی رو انتخاب کردن که مثل اینکه این یک موفقیت بزرگ برای ما بوده و یک شکست بزرگ برای بعضی. نه، برای همه ما مشکل درست کرده. ما چون اتکامون به نفت، حالا خواسته یا ناخواسته، با اراده خودمون یا با تحمیل دشمن، به هر حال چون اتکای ما به نفت خام کمتر شده، حتما خسارت‌های ما کمتر خواهد بود. ایران تنها کشوری نیست که به خاطر تحریم‌های آمریکا تولید و صادراتش پایین آمده. اوضاع ونزوئلا اگر از ایران بدتر نباشد، بهتر هم نیست. تازه ترین گزارش اوپک نشون میده که تولید ونزوئلا به کمتر از 700 هزار بشکه در روز رسیده. ونزوئلا داره نفتش رو با تخفیف میفروشه چون خریدار نداره. حتی کسی رو نداره که ازش بنزین یا افزودنی‌های لازم برای پالایش رو بخره و پالایشگاه‌هاش عملاً خابیده. این وضع صنعت نفت ونزوئلا است که کلی مشکل هم برای اقتصاد کشور درست کرده. خیابان‌های عاری از ترافیک، پاساژ‌های بدون مشتری و هواپیماهایی که محدودیت‌های مسافرت ناشی از کرونا زمینگیرشان کرده، باعث افت بی سابقه تقاضای جهانی برای نفت و فراورده‌های نفتی شده. پر شدن ظرفیت انبارهای نفت آمریکا باعث شد دوشنبه در اتفاقی بی سابقه بهای نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه مه به نزدیک به منفی 40 دلار در هر بشکه هم برسد. اوپک و متحدانش هفته پیش سر کاهش 10 میلیون بشکه‌ای تولید روزانه به توافق رسیدند، ولی هنوز 10 روز تا شروع اجرای این توافق باقی مانده. ایران معتقد است کنترل بازار بدون کمک بقیه تولید کنندگان نفت ممکن نیست. اوپک و غیر اوپک و به ویژه تولید کنندگانی که هیچ تعهدی در این مدت به عهده نگرفتن، مثل تولید کنندگان شیل اول در آمریکا و کانادا، بر عهده بگیرن تا این بحران که یک بحران عمومی است مثل سابق، فقط به نظر من اوپک نمیتونه این مشکل رو حل کنه، این حل بشه، وگرنه به طور طبیعی از طریق بازار تنبیه خواهند شد. یعنی همین الان یه عده دارن ورشکست میشن در آمریکا و کانادا. معلوم نیست چرخهای اقتصاد دنیا کی دوباره به راه میافتد. هرچه این بحران بیشتر ادامه پیدا کند، تولید کنندگان بیشتری آفتاب لب بام میشوند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سازمان ملل هشدار داده که به دلیل شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، جهان در آستانه یک فاجعه بشری قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل هم با نگرانی از وضعیت کمک رسانی به میلیون ها نفر در مناطق جنگی جلسه مجازی برگزار کرده تا راه های جلوگیری از بدتر شدن وضعیت رو بررسی بکنه. کاوون خاموش گذاشت.
صف دریافت کمک غذایی در کابل. حدود 3000 نفر برای گرفتن کیسه گندم جمع شدند. خبری از فاصله گیری اجتماعی نیست. ترس از گرسنگی ظاهرا بیشتر از ترس خطر کرونا است. قرنطینه کابل و تعطیلی شهر تاثیر مستقیم روی زندگی اینها داشته. عمدتا کارگرانی که با درآمد کم روزمزد زندگی میکنند. او 50 کیلو گندم چی میشه؟ اما قشوار که یک دو روز خرچی موشه. بسیار بد دو روز روزا میشه. میگریون تل میکنم. هر مسلمانی که گپ میزنه، مرا گریون میگیرم. میگم ما چی بگیم؟ سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هشدار داده که قحطی و گرسنگی دو برابر خواهد شد. به دلایل از جمله تاثیرات ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و کمک های بشر دوستانه. این محموله های غذایی سازمان جهانی غذا به قحطی زدگان سودان جنوبی است. از آسیب پذیرترین کشورهای درگیر با گرسنگی. شورای امنیت سازمان ملل جلسه مجازی برگزار کرد برای سبک سنگین کردن این معضل و اینکه وضعیت چقدر میتواند بدتر شود. میخواهم تاکید کنم که امروز نه تنها با شیوع جهانی ویروس کرونا بلکه همچنین با یک فاجعه انسانی جهانی هم مقابله میکنیم. میلیون ها غیر نظامی که در کشورهای جنگ زده زندگی میکنند در لبه گرسنگی قرار گرفتند. خشک شدن مجاری کمک های بشردوستانه، یعنی خشک شدن گلوی نزدیک به 30 میلیون نفر در 10 تا 36 کشور در آینده نزدیک. یمن هنوز وارد قرنطینه نشده، با میلیون ها نفر که در شرایط عادی هم فقط یک قدم از گرسنگی فاصله دارند. برای رسیدن کمک ها در گام اول باید طرف های جنگ آتش بس کنند برای مبارزه با دشمنی مشترک. صف جنگ زدگان سوری برای دریافت کمک های غذایی هم طولانی است. تکه نان می تواند خانواده ای را اینجا از گرسنگی نجات بدهد، حداقل برای امروز. رکود اقتصادی، افت تاریخی ارزش نفت و قطع درآمد شهروندان به علت قرنطینه سراسری می تواند تا پایان سال جاری میلادی جمعیت گرسنگان جهان را به 265 میلیون نفر برساند. این یعنی اگر کمک های بشردوستانه به یکی از این دلایل قطع شود، در کشورهای فقیر اگر کسی از کرونا نجات پیدا کند، گرسنگی ناشی از آن جانش را خواهد گرفت. کاوان خاموش، BBC. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.